اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. شب که میشه سینه مالامال دردی تازه میشه. شب که میشه تازه غم اندازه میشه. توی بارون توی این ابر همیشه خالی از من خالی از تو. باز هم شب باز غربت توی شهر شب پرستان. شب که میشه یاد فرداهای یکسان، یاد بارانهای یک جور، یاد مادر، یاد خانه، یاد شهر آشنامان، مرگ سرخ بیبهامان، یاد عیدی، یاد سبزه، یاد پونه، یاد تابستان ایران، هفت سینی در بهار. شب که میشه کشورم چون شمع و چشمام دور اون پروانه میشه. شب که میشه سینه در تسخیر مرغ ناله میشه. شب که میشه تازه غم اندازه میشه. شب که میشه میزنه چنگ غریبی پنجه بر آواز خاله. تلخ تلخ روزگاران بی خبر از صبح شیرین هم نشینم با شب و فرهاد و تیشه. شب که میشه سفره دل روی دستم جامی و یک باره دیدی مست مستم. باز آهنگی و دردی حرفی از ایران ویران، باز اشکی با آه سردی، باز اشکی آه سردی، باز یادی از رفیقان. شب که میشه کوچه ما خالی از آواز مستان، خانه ما آشیانه کهنه دل خالی از تو خالی از ما. شب که میشه مرغکی تنها میآید روی بند شب صدایش، میچکاند قطره اشک همیشه از نگاهم. شب که میشه بی پناه بی پناهم، مرغ بوتیمار تنها، شب روی گم کرده راهم. در شب این شهر بی تو شیشه دل را شکستم، باز هم اما سراپا بندی چشم تو هست. علیرضا نوریزاده، پنجشنبه 28 ماه آوریل و 8 اردیبهشت ماه. به شما سلام میکنم و به دکتر سازگاران عزیز. درود بر دکتر محسن سازگاران. عرض سلام و ارادت دارم خدمتتون آقای دکتر نوریزاده، خدمت همه بینندگان عزیز. شعری که خوندید ظاهراً یه مقداری بوی دلتنگی در شب رو هم میده. امیدوارم که رنگ غم نبینید. گفت قول حافظ غم دنیای دنی چند خوری باده بخور، حیف باشد دل دانا که مشوش باشد. امیدوارم که همیشه شاد و سرزنده باشد. دوست عزیزم، گاهی اوقات دونه دونه رفقات دارم میرن و این خیلی برات سنگین. رفتم قاضی سعید رفت تفلک و اینا سنگین میشه برای آدم. آدم همش بر میگرده به اون روزهای شیرین و خوش. باری بگذاریم بریم سر روزگارمون و مسائلمون. سوال اول هم میخوام از شما راجع به اتفاقا اوکراین بپرسم. وزیر خارجه امریکا به همراه وزیر دفاع رفتن به کیف.
و خب قدم مهمی بود این کار برداشتن. فضا در کنگره، در خود واشنگتن، فضا چجوریه؟ آیا به همین بسنده میکنن که اسلحه بدن و پول بدن؟ ولی اوکراین نابود شد، هیچ کار دیگه به نظر شما اینا تصمیم نداره انجام بدن؟ اتفاقا آقای دکتر نوریزاده، این واشنگتن ما پر از متخصص روسیه است، نه اینکه دوره طولانی جنگ سرد بوده و در نتیجه اندیشکده های گوناگونی که اینجا هستن، بیشتر متخصصایی که دارن متخصصای روسیه شوروی در ابعاد اون روزش که بسیار از این کشورها رو در بر میگیره و اخص روسیه است. من سعی میکنم با متخصصین در بخش های مختلف صحبت کنم، از دانششون استفاده بکنم، ضمن اینکه توی این اندیشکده های مختلف هم مقالات گوناگون چاپ میشه، هم مثلا همین امروز واشنگتن اینستیتو یک جلسه حضوری گذاشته، بعد از مدت ها که کووید مانع بود حضوری و آنلاین توام هستش، غروب امروز، در خصوص روسیه و اوکراین و غیره. من به طور خلاصه اگر بخوام بگم آقای دکتر نوریزاده، روسیه خب حمله ای کرد با یک تصور خیلی خام و عجیب که میاد و کیف رو ظرف 48 ساعت میگیره، زلنسکی فرار میکنه، مردم اوکراین پرچم تکون میدن لابد براشون، میگیره مثل کریمه که گرفت، دنیا هم هیچی نمیگه و یک حاکم دست نشون در اونجا میده، تا حدی که توی تانکایی که از سربازای روسی گرفتن مثلا لباس رژه پیدا شده، لباس رسمی برای رژه رفتن یا ذخیره غذایی مثلا حتی اکثر 4 روز بقید. خب اون رویای آقای پوتین شکست خورد، در واقع اوکراینی ها شکستش دادن، نه فقط زلنسکی فرار نکرد بلکه ایستاد، مردم اوکراین نه فقط پرچم تکون ندادن بلکه محکم ایستادند در کنار ارتش و جنگ جانانه کردند و این رویا شکست خورد. آقای پوتین عوض کرد، گفتش که خب نه، حالا شرق اوکراین رو میگیریم، ناحیه دونباس، در واقع دو تا ایالت لوهانسک و دونتسک رو میگیریم، اینجا به کریمه از جنوب هم وصلش میکنیم، این شده الان استراتژی ارتش روسی. اما آقای دکتر نوریزاده، متخصصا میگن بعد از 2 ماه جنگ همون کارا و خطایا و سوء مدیریت هایی که در یک هفته اول دیدن از ارتش روسیه و هم شگفت زده شده بودن از یک چنین ارتش ناکارآمد، هنوز ادامه داره و تکرار داره میشه. یعنی هنوز جیره غذایی سرباز نمیرسه، هنوز سوخت مشکل داره، هنوز عملیات مشترک زمینی دریایی هوایی به اصطلاح ستاد مشترک بعد راهبری بکنه نمیتونن بکنن و نمیکنن، هنوز تجهیزات کهنه و فرسوده ای که از شدت کهنگیش اصلا دنیا و تعجب کرده، برای اینکه روسیه طی 15 سال اعلام کرده بود سالیانه 50 میلیارد دلار صرف بازسازی ارتش میکنه، نوآوری، تجهیزات، بروز کردن و روزآمد کردن تجهیزاتش. الان که تانک و توپ و غیرهش رو میگیرن، به قول یکی از نظامیان واشنگتن میگفت انگار همون تانکایش که استالین باهاش رفت برلین و همون عقب افتادگی ها، همون عرض شود ناکارآمدی ها، خبری از الکترونیک شدن نیست و غیر، و به احتمال زیادم فسادی که در سیستم روسیه هست، اون 50 میلیارد دلار ممکنه اختصاص داده باشن، یعنی میشه 750 میلیارد دلار در 15 سال ولی احتمالا خوردن هیپ و میل شده و غیره، چیزی که احتمالا در ایران هم اگر داخلش بشه کسی، حالا اون زیر کسی هنوز نمیبینه مثل روسیه، اونجا هم همین اتفاق افتاد. بنابراین روسیه
الان میبینیم دیگه به نوعی زمینگیره. استراتژی اوکراینی ها این است که متوقفش کنن، که تقریبا موفق شدن، از دور کیف و غیره که ردش کردن، در شهر هم تقریبا متوقفش کردن، فرسودش بکنن که خب میکنن، دارن هم میکنن، فرصت پیدا کنن بازسازی بشن که حمله متقابل بکنن. این بازسازی خب هم سلاح میخواد هم نفرات آموزش دیده میخواد. سلاح رو دنیای غرب در رأسش امریکاست، تا الان 4 میلیارد دلار سلاح داده یا پول داده که سلاح از جای دیگه بخرن. همین سفر دو وزیر امریکایی 700 میلیون دلار دیگه گذاشتن که 300 میلیون دلارش برای خرید از کشورهای دیگه دنیا به اوکراین دادن، چون نوعی بعضی سلاح‌ها رو از اروپایی‌ها بخواد بگیره، و 400 میلیون دلارش هم به کشورهای همسایه دادن که تجهیزات بلوک شرقیشون رو بدن به اوکراین، چون راحت میتونن باهاش کار کنن، در عوض خودشون با اون پول بیان سلاح بخرن. این سلاح ها الان داره میره آقای دکتر به سمت مثلا توپخانه، به سمت نفربرهای زرهی، هلیکوپتر و غیره، که حالا دیگه پشتوانه تهاجم متقابل. آنچه که در واشنگتن دیده میشه، من تحولی میبینم واقعا در دو هفته گذشته دست کم و در دستگاه های اداری مختلف، این است که میگن، حتی در حد وزرا هم اینو گفتن، در رئیس ستاد ارتش امریکا در جلسه ای که در آلمان گذاشتن، پیش کشور رو جمع کردن که هم پشتیبانی از اوکراین رو هماهنگ کنن، میگن که احتمال الان امکان اینی که اوکراین پیروز بشه در جنگ و روسیه رو شکست بده، به معنی این که از خاک خودش بیرون بکنه، وجود داره. یعنی دیده میشه با توجه به استعدادی که از بی استعدادی که در واقع از ارتش روسیه دیدن، توانایی که از اوکراین دیدن و تجهیزاتی که دارن بهش میدن و به حد آمادگی برسه، میتونن که حمله متقابل بکنن بعد از اینکه متوقفش کردن، زمین گیرش کردن، مقداری فرسودش کردن و خودشونم به اصطلاح توانستن که آمادگی های لازم و تجهیزات لازم رو پیدا کنن، اون وقت میتونن دست به حمله متقابل بزن و ارتش روسیه رو شکست بدن، بفرستنش اون طرف مرزا. ببخشید من یه پرانتز باز کنم اینجا. پوتین در نهایت صبوریت و در نهایت چنگیزوار خیلی ویران کرده اوکراین. یعنی آدم وقتی نگاه میکنه این کشور زیبا که با چه تلاشی داشتن میساخته، این مسئله ویرانگری، آیا فکر میکنید که در دراز مدت خب این به زیان ملت اوکراینه؟ برای بازسازی اینو 20 سال عقب افتادن و این به نظر شما آیا یک وظیفه سنگینی بر دوش جهان نمیگذاره که این خطر روسا رو میدونستن و سست آمدن جلو اونجور که باید و شاید جلو نیمدن؟ و خود تو یادتونه با هم حرف میزدیم مرتب با آقای زلنسکی میگفتن پاشو بیا اینجا، پاشو بیا واشنگتن یا لندن. یه بار بهش گفتن ببینید بلن روز اول جنگ بود. بله روز اول جنگ، چون واقعا این مقاومت مردم اوکراین و رهبرانشون عامل اصلی بود که نظر دنیا عوض شد. البته نظر بعدی هم که عوض شد، 10 روز از جنگ گذشت همه فهمیدن این باسمه‌ای بودن ارتش روسیه بود. یعنی میدونید الان روسیه، اینو من قول متخصصین میگم دیگه، تبلیغات علنی نیست، 25% ارتشش رو تا الان از دست داده. یعنی 40-45 هزار نفر از سربازاش در اوکراین یا کشته شدن یا اسیر شدن یا زخمی شدن، و تجهیزاتش، نه فقط نفرات،
تعداد تانکایی که از بین رفته، نفربرها و هلیکوپتر و هواپیما و غیره جمع بزنید، نزدیک به 25% ارتشش رو تا الان از دست داده، یک چهارمش رو. این روسیه واقعا معلوم شد که یه ببر کاغذی کشکی هم جست میگرفت و فقط یه دندون کرم خورده اتمی داره که سعی میکنه اونو نشون بده دنیا رو بترسونه. همین دو سه روز پیش هم آقای لاروف دوباره این دندون کرم خورده رو نشون داد که آی ما نمیدونم گاز میگیریم دنیا رو، خطر جنگ جهانی سوم هست و که بترسونه. این که میگید ببینید، لازمش این بود که خب غربی ها ناتو در واقع بره لشکر بکشه جنگ، بره با روسیه درگیر شه. این یه کار رو نکردن، سرباز نفرستادن، هواپیما و نیروی هوایی و غیره نرفت با روسیه درگیر شه، برای اینکه نگران همین جنگ استفاده از اتمی و جنگ بزرگی بودن. درسته اوکراین خب هزاران کشته داده، شهرها ویران شده، بانک جهانی میگه 60 میلیارد دلار تا الان خسارت زده به زیرساخت‌ها و به شهرهای اوکراین. احتمالاً ادامه جنگ این عدد ممکنه به 100 150 میلیارد دلار و بیشتر حتی بالغ بشه و جانهایی که از دست میره قابل برگشتن نیست. 5 میلیون نفر از اوکراین بیرون رفتن و آواره شدن. ولی ببینید اون یه گزینه خب از دستور کشورهای غربی بیرون قرار گرفت، برن مستقیم خودشون با روسیه بجنگن. اگر اون یه گزینه، چون تصمیم دیگه‌ای بود، اون رو کنار بگذارید، بقیه قسمت‌ها به نظرم خوب کار کردن، خیلی مدبرانه و کاملا تحریم‌های کمرشکن روسیه رو ادامه دارن میدن، چپ و راست دارن میبرن جلو، انرژیش هم تا تابستون احتمالاً نفت و گازش هم تحریم میکنن، تحریم بانکیش الان در دستوره که شدت بگیره که فلجش خواهد کرد و اوضاع پیدا خواهد شد که آقای پوتین آخرش در واقع حتی اگر بتواند بماند فرسوده و منزوی و ورشکسته خواهد بود که نهایتاً تهدیدی دیگه برای دنیا نخواهد شد. به نظرم پوتینیزم به انتهاش رسیده، به معنی ایدئولوژی که یک عده کاگبه‌ای دزد بیان سر کار قرار بگیرن و دائما ضد دموکراسی باشن، یه جور ناسیونالیسم افراطی که خمیرمایش ضد غرب بودن و ضد آمریکا بودن بودش و آغشته کردنش با یه جور مذهب ارتدوکس روسی که اونم باز حالت مسیحیت روسی و ناسیونالیستی داشته باشه. از این حیث به نظرم این ایدئولوژی که پوتین و داردسته دزدش درست کردن در روسیه به مسیری افتاده که به دیر یا زود فاتحش خونده میشه. همین الان هم در بین مردم روسیه و مردم دنیا به شدت افول کرده و حتی اون چپهای سینه چاک روسیه هم در اروپا و امریکا و غیره صداشون دیگه در نمیاد و جرأت هم نمی کنن چیزی بگن. رشد برای اولین بار ما دیدیم تظاهراتای بزرگ در اروپا شد علیه روسیه. میدونید از زمان جنگ سرد نفوذ چپ در اروپا و ضد آمریکایی بودن و ضد سرمایه‌داری بودن و اینها همیشه روسیه شوروی بود و حتی بعد که روسیه بود که حاشیه امنی داشته. این قصاب دمشق رو هم که آوردن، باز من از متخصصین پرسیدم که خب این به نظر میرسه در سوریه این جنرالی که مثلا آدم کش بود و حرب رو اونجور ویران کرد، این اینجا چه کار میکنه؟ گفتن این اونجا 2000 روس تحت فرمانش بود، اونم تازه رو هوا بودن و فقط شهر خراب کرد و روی زمینم که دیگران بودن، شبه نظامی ها و غیره. و بعدم سوریه فرق داشت، بی دفاع و
مردم بیپناهی. آمله. اما اینجا این حضرت آقا تا الان از ایشون هم هیچ چی دیده نشده که یک جنرال کارآمد و تحصیل کرده رو و با فکر رو بتون نشون بده. همون کاری که در سوریه کرده فقط بلد. موشک میزنه شهر رو خراب کنه. من میفهمم شهر خراب بشه مثل خرمشهر ما که خراب شد. ولی به لحاظ نظامی اینا موفقیت نظامی نیست. نظامی ها گاهی شهرها در واقع خیلی اوقات ارزش نظامی نداره. نظامی ها روی زمین مثلا یه نقاط استراتژیکی هست، یه ارتفاعی هست، یه پلی هست، یه مانع طبیعی هست مثل رودخانه چیز. اینا معمولا در محاسبات نظامی تعیین کننده است که کی برنده میشه. وقتی اونا رو بگیره به یه سرزمینی مسلط میشه. بعد این که از هوا موشک میزنه، جنگ هوایی هم نیست، یعنی اصلا روسیه ناتوانه از این که الان عملیات مشترک هوایی زمینی بکنه و دریایی، در حالی که یک عالمه دریا در ساحل داره. و در کمال ناباوری ناظرین نظامی اون کشتی معروف مسکوواشو خب موشک زد اینا، ولی انقدر اومد نزدیک ساحل و بی دفاع که خب از ساحل اوکراینی‌ها زدنش، غرقش کردن. یعنی و یعنی این مقدار سوء مدیریت و ناکارآمدی در ارتشش دیده میشه. بنابراین جنگ اصلا این جنگ هوایی نیست و تازه هم فقط موشک میزنه، تخریب میکنه توپخانه و غیره، ولی همه این کار رو هم بکنه آخرش سرباز روی زمین باید بره بگیره مستقر شه تا بگه پیروز شدم، و اینو نتونسته بکنه. من فکر میکنم میگم اون یه گزینه، البته یه توقعی است که خیلی ها داشتن در دنیا. خب یه خورده من تصمیم گیری نیستم، شما هم نیستیم، نمیدونیم، ما پشت میز تصمیم گیری کشورهای غربی ننشستیم، ولی از دور که نگاه هم میکنیم خب اون خیلی تصمیم بزرگی بود، ولی نگرفتن این تصمیم که برن مستقیم با روسیه بجنگن. شاید هم صلاح نبود، ولی از این یه گزینه بگذارید بقیه کارا من به عنوان یه آدم ناظر نگاه میکنم مثلا خوب کار کرد، خیلی حساب شده و خوب و دقیق، و نه فقط اسلحه، آموزش، کمک فکری، بله، اطلاعات سایبری، کمک های فکری به جنرال های اوکراینی، بله، و غیره و غیره دائما کردن. خب همین هم شده که ارتش روسیه رو خوابوندن زمین دیگه اونجا و در واقع موفق شد. امیدوارم، ببخشید من جمله رو تموم کنم، حمله متقابل اگر بعد از شاید چند ماهی طول بکشه، البته باز متخصصان میگن فکر نکنید فردا پس فردا میشه پیروزی اوکراین، ممکنه یک سال همون که بوریس جانسون گفت طول بکشه، ولی امیدوارم وقتی به آمادگی‌های لازم رسید ارتش و مردم اوکراین و حمله متقابل کردن، پوتین رو که شکست دادن و با اردنگی از اوکراین بیرونش کردن، اون وقت روی ایران هم آقای دکتر خیلی تاثیر خواهد گذاشت. روی خامنه‌ای نوکر پوتین هم در درون حکومتش و بیرون حکومتش تاثیر خواهد گذاشت. شما آقای دکتر نگاه کن، یه مصاحبه کرده روزنامه آسیا با سفیر اوکراین در ایران، چقدر اینا چه قداد کردن. بعد اون وقت با کمال وقاحت اومده میگه این آقای سفیر چرا راجع به رفتار کشورش در مورد سقوط هواپیما چیزی نمیگه. شما هواپیمای مدنی غیر نظامی کشور رو زدین، 178 نفر رو کشتین، بعد با پر، یعنی واقعا وقاحتی که آدم اونجا میبینه اصلا غیر قابل تصور. چیزی که خواستم، این وقاحت همسایه و دوقلی حماقت هم هست. بله، یعنی این مقدار وقاحت ناشی از حماقت گویندم. بله، هیچ منطقی پشتش نیست در واقع. بله، شما همین 43 سال مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، نتیجهش بر این رژیم چی بوده؟ خفت و خاری و انزوا و یه مش تروریست دنبالش را بیتن سینه بزن. آقای دکتر من حیفم میاد بحثمون اینجا هست، یادی از زنده یاد تیمسار فلاحی نکنم. بله، رئیس ستاد ارتش
ایران بود در زمانی که عراق حمله کرد. همه بچه های نظامی میگن فلاحی یکی از باسوادترین افسرهای ارتش بود، استاد دانشگاه جنگ بود و اکثر نقشه های نیروزمینی ما اصلا طراحی فلاحی بود. و من یادم اول جنگ، خب صدام حمله کرد در شرایطی که ایران انقلاب زده آشفته بود، اصلا لشکر زرهی خوزستان آقای غرضی منحل کرده بود بعد از کشف کودتای نوژه و اون آشفتگی ها. فلاحی کسی بود که یک استراتژی سه مرحله‌ای گذاشت برای جنگ. یک لشکر آماده، لشکر 16 قزوین رو تونجه که من یادمه، همه میگفتن آی خرمشهر داره سقوط میکنه، این داره اونجا به جنگ، فلاحی داره خیانت میکنه. گفت اگر شاهرگ گردن منو بزنی من این از پشت شوش تکون نمیدم. چی در دره پشت شوش و پیشروی صدام رو متوقف کرد، دست صدام رو در واقع خوند که اگر میومد گلوی خوزستان در شوش و دسفول رو میرسید به دسفول و ارتفاعات زاگرس و اونجا میبرید با نیم دایره کوچیک هم که پایین خوزستان زده بود، خرمشهر آبادان رو در محاصره انداخته بود و چند نقطه استراتژیک خوزستان رو گرفته بود صدام حسین، خوزستان سقوط میکرد. همه میگفتن آی خرمشهر داره سقوط میکنه، میگفت اون ارزش نظامی نداره، چاره ای نداریم، شهر باید سقوط کنه، فقط مقاومت باید کرد، به تاخیر انداخت، ولی این لشکر آماده رو نمیفرستم، اینجا نگه میدارم. و صدام رو متوقف کرد این پشت دروازه شوش، این طرف شوش. و در عوض این سه مرحله ای که الان در اوکراین من شنیدم دارن نظامی ها طراحی میکنند، فلاحی اون موقع طراحی کرد، گفت اول متوقفش کنیم، دوم فرسودش کنیم، فرصت پیدا کنیم خودمون رو بازسازی کنیم، ارتش رو بازسازی کنیم، ارتش ضربه خورده رو، نیروهای داوطلب بیان آموزش ببینن، بعد حمله متقابل رو شروع بکنیم. چند نقطه استراتژیک رو اول در چند تا حمله گرفتن و بعد از خود تیمسار فلاحی و به همراه اون دیگرانی که واقعا همشون ارزنده بودن، بله در سقوط مشکوک، سقوط مشکوک کشته شدن، ندیدن دیروزی رو. ولی واقعا یک سال و نیم رو اون استراتژی کلن طول کشید و ما توانستیم دشمن رو از خاکمون بیرون کنیم. بعد اون اشتباه بزرگ آقای خامنه‌ای که تقصیر هاشمی و همین آقای رضایی و اینا بود، رفتن در خاک عراق و 6.5 سال جنگ بی حاصل که چند برابر کشته و گرفتاری رو دست ما بود. میخوام بگم یاد تیمسار فلاحی افتادم، این توضیح میدادم، دیدم که اون بزرگوار استراتژیست جنگ ما بود و تا زمانی که دشمن در خاک ما بود اون استراتژی کار کرد و موفق شدیم از خاک اون بیرونش کنیم. یاد شرامی و عزیزت و همه کسایی که اون روزها کشته شدن، شهید شدن در راه بطن، جان دل مرحوم ظهیر نژاد، سید شیرازی، نامش خیلی هم تیمسار فلاحی مرید و علاقه من مرید به آقای طالقانی بود، قبرش هم کنار قبر آقای طالقانی. درسته. اولا اینجا یادی کنم از استاد بزرگوارم زنده یاد دکتر اسلامی ندوشن و در گذشت او که عمر درازی هم داشت، عمر طولای 98 سال عمر کرد و چقدر شاگرد تربیت کرد، آموخت. به بانوی او دکتر شیرین بیانیم صمیمانه تحصیلت بگم و به همه شاگردانش به اتفاق دکتر سازگارم. درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگرد و درود به سیاوشان قریشی. دکتر سازگارم، این روزها در ایران شایعات بسیاری در گردشه و از جمله این که آقای محسن رضایی رو به کلی گشتنش کنار و دیگه اون 70 صفحه و 700 صفحه که برای آقای رئیسی نوشته بی‌معنا. بعد اصولا خود آقای رئیسی هم دیگه، یعنی عوضی کسی بچه تو وسط بازیش که جدی نیست و صحبت از اینه که شمخانی رو بذارن کنار و احمد وحید بره جای از وزارت کشور و تو وزارت کشور هم صحبت این است که خلاصه بیاد و سید صولت مرتضوی رو بیارن در وزارت کشور و
او بره شورای امنیت، الیاس نادران بیاد وزیر اقتصاد بشه. به هر حال از این شایعات زیاد است. یا ستاری، سرنا ستاری بیاد وزیر سمت بشه. چه اسمایی بودوشتنی بذار. شما چی شنیدید از این خبرها؟ در خصوص این شایعات ترمیم کابینه در واقع که مطرح فرمودید، قبلا شنیده بودیم که آقای مخبر که جلسات شورای اقتصاد رو برگزار میکنه، چون میدونید شورای اقتصاد تقریبا شاید میشه گفت مهمترین کمیسیون دولته، که من یادم صورت جلسات شورای اقتصاد رو که در سازمان برنامه بود به سالهای 52-53 میخوندم، به دلیل کیس تراکتور سازی محمد رضا شاه گفته بود جلسات شورای اقتصاد در حضور خودش برگزار میشد و در ریاست شاه برگزار میشد، نخست وزیر و غیره هم بودن. توی سالیان بعد از انقلاب هم نخست وزیر خودش در کمیسیون شورای اقتصاد معمولا شرکت میکنه و وزرای اقتصادی هستن و صنعتی و کشاورزی برای کمیسیون مهمیه در دولت. خب و اینجا الان آقای مخبر رئیس شورای اقتصادی، قبلا شنیده بودیم که با محسن رضایی اختلاف داره و من حالا مخبر رو نمیشناسم واقعا در چه سطحی از فکره، البته دهن باز کردی خود حرف زده آدم عمیقی به نظر نمیرسه، ولی واقعا این محسن رضایی رو دیدیم ما طی سالیان طولانی و میشناسیم، عقل سالمی های دکتر نداره. یعنی اصلا تعجب نمیشه، تعجب نداره اگر هر کی که تو شورای اقتصاد باشه اینو راهش نده کنارش بذاره، برای اینکه دیدید اظهار نظرش آدمی که بیاد بگه ما جنگ کنیم 1000 تا آمریکایی رو گروگان بگیریم به 1 میلیارد دلار بخوایم بعد مثلا اینجوری مشکل اقتصادمون نه، یا حرفای دیگه. از جوونیش هم همینجور بود، من از همون دهه برگشتن آقای خمینی تا پیروزی انقلاب اونجا دیدم، اولین با گروه منصورون بودن و بعدم تو سپاه و غیره و غیره، حرفا و تحلیلا و عجیب غریبی میکنه که خیلی هم عرض و طولش به نظر زیاد من میاد ولی یه پاپاسی توش نیست. اقتصاد هم من شنیدم که نه دانشگاه تهران درس درستی خونده، حتی استادا رو وادار میکردن برن دفترش بهش درس بدن، نه امتحان درستی داده، نه رساله درستی نوشته. یک چیز که به گفته یکی از اقتصاددانان که دیده بود میگفت اصلا خاک بر سر دانشگاه تهران که یک همچین مدرکش رو داده به این آدم. بنابراین طبیعتاً آقای دکتر آدمیست که به درد کار نمیخوره و بیشترم به نظرم اون سمتی که به آقای رئیسی گفتن بهش بده برای این بود که از دبیرخانه شورای تشخیص مصلحت نظام برش داره، چون ظاهرا آقای لاریجانی، صادق لاریجانی خواسته بود که اینو برش دارن، به قول معروف کلفت سر جهازی قرقرو از آب در میاد، چون آقای محسن رضایی دبیر ثابت بود، مونده بود در جهاز تشخیص مصلحت بود، بالاخره آقای صادق لاریجانی که تو سر لاریجانی ها زدن این یه خواسته شو دیگه لابد خواسته بودن، آقای خامنه گفته بود باشه و رئیسی گفتن به اینم یه حکم بده و الان به نظرم چرخ پنجم درشکه است، یعنی باز خودش هم بیرون میگرده، تأثیری در نه تصمیمات تصمیم سازی ها داره، نه در تصمیم گیری ها داره و نه در اجرا داره. اما بقیه نکاتی که گفتی من بعضیش رو نشنیدم راستش، که مثلا وحیدی قرار از وزارت کشور بره شورای امنیت ملی، اما یه مقداری بعید میدونم که شمخانی رو آقای خامنه‌ای برداره، برای اینکه علی شمخانی نشون داده که واقعا غلام حلقه به گوشه و اگرچه فاسده و فسادش بر آفتاب هم افتاده مثل بقیه مطلب، ولی ظاهرا فساد برای آقای خامنه‌ای اصلا مهم نیست، اصلا مهم نیست. نه خیلی ایشون برای اینکه از جنس خودشه،
خودش فاسده که با فساد مسئله نداره. این همه اموال مردم رو گرفتن و در کنترل سازمان‌های زیر نظرشه. بنابراین یه مقداری بعید میدونم شمخانی عوض شه. البته تو این تاریخ خونه این حکومت‌های غیر دموکراتیک خیلی اتفاقا ممکنه بیفته، چون که شمخانی حتی اون دفتر مرکز که مجتبی خامنه‌ای از بالا سر فرمانده‌های نظامی و انتظامی عزل و نصب می‌کرد و می‌گذاشت سر صدا درآورده بود، در جلسه‌ای که 6 ساعت ظاهرا طول کشیده بود آقای خامنه‌ای هم گذاشته بوده، اونجا هم نگاه به دهن خامنه‌ای در واقع قبلش کرده بود، از معدود کسایی بود که سخت از مجتبی و دفتر مرکز دفاع کرده، یعنی سعی کرده بود خودشو بیمه بکنه. مثلا عزیز جعفری کسی بوده که میگفتن در اون جلسه زبون به انتقاد گشوده بوده و نوع اینجور مدیریت گفته بود کسی نمیتونه کار بکنه، بالا سرش برن زیر دستیشو عوض کنن یا بپرسن ازش بالا سری مثلا چه جور آدم است. بنابراین یه خود شمخانی رو بعید میدونم نشنیدم من دست کم، حالا اگر بشم تعجب نداره تو اینجور نظام ها. ولی آقای رئیسی که گفتید، ببینید آب خرد ماهی خرد خیزد. آخه از این آقای رئیسی چه تصوری میشه داشت؟ یعنی انتظار چه چیزی ازش داره؟ ایشون مثلا میشینه قیمت ها نباید گران شود. یعنی آخه یه رئیس دولت یکی دو دستی تو سرش بزنه مرد حسابی؟ آخه تو این یه دونه اقتصاد میکرو ماکرو نمیدونم مکرو میکرو ماکرو 101 تو خونده باشی همینجوری یا شنیده باشی حوصله کرده باشی بشینی یه خود برات توضیح بدن، نمیای بگی این حرفا. یا حرفایی که ایشون میزنه مثلا کارگرا، هیچ مدیری دیروز دیدم ایشون گفته بود هیچ مدیری حق نداره کارگر رو حقوقش رو نده. آخه این چه حرفه؟ از این چیزا میگه ما نمیدونم نمیگذاریم. آخه بگو خب اون مدیری که تو اون کارخونه نشسته، حالا خصوصی یا دولتی، وقتی پول نداره بده، وقتی جنسش فروش نمیره، مواد نداره، تولید نمیکنه، نمیتونه کار بکنه، خب حقوقم نداره بده دیگه، چی کارش میخوای بکنی؟ مگه مثل مقوله مبارزه با گرانی در حالی که جنس به دست بدبخت فروشنده به چه قیمتی میرسه؟ دکتر سازگار وقت زیادی نداریم، باز یه سری بزنیم به واشنگتن در رابطه با برجام. حالا چی میگن؟ قصه به کجا رسیده بالاخره؟ برجام مرد یا چیکار میخوان بکنن؟ حرفای تقریبا به نظر میرسه مرد، یعنی حالا زوده بگیم. ولی ببینید این داستان سپاه که باقری به توافقهای رسیده بود یه جوری با یه فرمولی تحریم بمونه و نمونه و اینا، این گروکشی که روسا کردن به دست سپاه و عوامل تندرو و روسوفیلی که دارن و کاسبایی به نظر من تحریم اومدن اینو سفت کردن که نخیر الا للا سپاه بعد از لیست تروریسم بیاد بیرون. و آقای جوزف بورل توی پارلمان اروپا گفت اول روسا گیر دادن وگرنه توافق رو میز بود و دو هفته بیشتر کار نداشت امضا بشه. بعدم ایران حالا دیگه داره یه حرفایی میزنه که اجرایی نیست و مونده. اروپایی هم آقای دکتر من پرسیدم از دوستان که با اروپایی ها ارتباط دارن، رها کرد، میگن آقا به ما چه دیگه، بین واشنگتن و تهران ما سعی کردیم درستش کنیم نشد دیگه، الان مثلا اون اوکراین چیز دیگه هم ما کاری دیگه نمی. روسی هم که چین هم که اصلا دور وای میسه همیشه تو این چیزا، روسی هم که طرف دعواست، یعنی او دلش نمیخواد برجام امضا شه. بنابراین بین تهران و واشنگتن، تهران به دستور روسیه در واقع اومده خواسته هایی رو گذاشته که برای آمریکا عملی نیست. و این داستان سپاه به نظر میرسه موضعی که دو تا سخنگوی وزارت خارجه امریکا عنوان کردند الان موضع دولت آقای بایدنه، یعنی صراحتن به ایران گفتن نه، تحریم سپاه بیرون از برجام فرابرجامیه
ما سر حرفمون هستیم، برگردید به تعهدات برجام، ما هم برمیگردیم به تعهدات برجام، ولی اگر خواستار یک چیزی فرابرجامی هستیم، ما هم یک سری حرف بر سر مسائل فرابرجامی داریم، بیایم سر اونا حرف بزنیم. باشه که من پرتجو شدم واشنگتن که مصداق این حرف گفتن سپاه منظور و به ایران هم گفتن، گفتن که میخواین از لیست تروریستی در بیاین، باید تروریست نباشید و این یعنی نیرو قدس از منطقه جمع کنید و برید، بیان بشینیم و دخالتاتون کشور منطقه تمومش کنیم، اونجا بله میتونیم وقت سپاه هم از لیست تروریست در بیاد. و ایران هم خب طبیعتا جوابی نداده و نمیکنه. حالا وقتی وزیر خارجه آمریکا اینو گفت، برای من دیگه قطعی شد که آمریکایی‌ها آماده بودن برای این کار، ولی این بازی جمهوری اسلامی که دوباره گفت انتقام از قاسم سلیمانی ادامه خواهد داشت و این برنامه ها رو، بعد ولی یه تناقض رو من میبینم. آقای بلینکن میگه که جمهوری اسلامی داره به سرعت به طرف تولید بم میره، آیا یه برجام میتونه جلوش رو بگیره که اینا عجله برای اون داشتن؟ من گمان نمی کنم. از اولم آقای دکتر شما بهتر میشناسی اینا رو، اینا دنبال بمبن و الان هم دنبالش هم به نظر من. بله اسرائیل چیکار میکنه من نمیدونم. آقای مطهری هم بالاخره به عنوان نایب رئیس سابق مجلس مصاحبه گفت، همه ما هم خب میدونستیم اینو، یعنی بمب زمان جنگ ایران و عراق برمیگرده که رضا امرالله رئیس سازمان جهت میشد، رفت هاشمی رو قانعش کرد به اینکه ما نیروگاه بوشهر رو که تعطیل شده بود را بندازیم پروژهشو و به همین جنگ هم بمب اتمی میرسه. حالا اون که اصلا نیروگاه بعد از جنگ قرارداد با روسا بسته شد بیان را بندازن، بله، و بعدم تازه چرخه سوخت و کنترل کرد. ولی تقریبا آقای دکتر در 2003 که جورج بوش پسر در افغانستان اول 2001 و بعد 2003 به عراق حمله کرد، رهبران اون روز که آقای خامنه ای و خاتمی و غیره بودن در جلسه ای که ظاهرم بوده یه تحلیل اشتباه کردن، من به جرأت میگم اشتباهه، گفتن آمریکا اصلا اومده به عراق و افغانستان حمله کرده برای اینکه بعدش خواهد به ایران حمله کنه. بله. در حالی که هرگز، من از خود جورج بوشم پرسیدم، هرگز در آمریکا حمله به ایران مطرح نبوده در 42 سال گذشته. پیشگیری اگر ایران کاری بکنه خیلی بررسی کردن، خلیج فارس نمیدونم تنگه، ولی حمله به ایران در دستور آمریکا نبود. یعنی پنتاگون مأمور نشده بوده بره نقشه تهیه کنه برای حمله به ایران و تصمیمی باشه براش. بر اساس این تصمیم رسیدن به این نتیجه که ما بمب اتمی بسازیم که بازدارنده است در مقابل حمله کلاسیک آمریکا، سیاست بازدارندگی بهش میگن، درست لغت که کره شمالی هم به کار میبره، و اگر آمریکا حمله نظامیش منتفیشه، چون زورش میرسه میتونه بیاد تا تهران هم بگیره و مثل صدام حکومت رو برداره، اینو منتفی بکنیم، حالا ما در دشمنی با آمریکا میریم سراغ جنگ آسیمتریک نامتقارن، در واقع اسم آبرومندی برای تروریسم، یعنی میریم سازمان های تروریستی در منطقه درست میکنیم، اونجا ما میتونیم دست بالا رو دیگه به هم ریختن امنیت اسرائیل دو تا آدم احتیاج داره تیراندازی کنن، مین ریختن تو دریای سرخ و باب المندب یه دونه حوثی‌های تروریست رو احتیاج داره. رفتن هم دنبال همین، هم از یه طرف توسعه تروریسم در منطقه، از طرف دیگه ساختن بمب. اسمش هم طرح آماد بود، این پروژه نظامی هسته‌ای، و فخری‌زاده دانشمند هم نبود، فخری‌زاده مدیر این پروژه بود. بله پروژه بود. تمام سالیان از تقریبا 2056 به بعد به طور جدی، قبلش هم این فکر بوده ها، دهه 60 هم عرض کردم این فکر بوده و شروعش شاید بوده، ولی به طور جدی بشه یه پروژه بود صبح تا شب دنبال کنن و پیش ببرن، از 2005 و 2006 به طور جدی در دستور بوده. بعد که برملا شد اون غنی سازی ها، دنیا سه تا اروپایی اول اومدن بعد همه اومدن و غیره،
قول دادن ظاهرن نگهش میدارن، ولی همواره این پروژه در جریان بوده. همین تا 2015 که برجام امضا شد هم بوده، بعد از امضای برجام هم بوده، تا همین امروز هم هست. هست. و بعد اینو دنیا میدونن. فقط میگفتن این ذخایر اورانیومشه، وگرنه ببینید ساختن بمب اتمی اصلا به لحاظ تکنولوژی کار پیچیده ای نیست. تکنولوژی دهه 40 میلادیه. همه دنیا، هر کشوری در اندازه توسعه یافتگی ایران و حتی کمتر میتونه بمب بسازه. چیز عجیبی نیست. و مشکلات فنی رو هم که داشتن رفع کردن. عجیبم نبوده. یعنی مثل تریگرهای بمب، نمیدونم مثل ابعاد بحرانی، مثل چشمه نوترونی، غیر و غیر و اینا رو حل کرد. الان ظاهرا تنها چیزی که مشکل دارن این است که اینو سوار موشکی بکنن که بتونه پرتابش بکنه. موشکی که به اصطلاح بالستیک باشه، بره بالا، فهمی پرتابی بیاد و در اون فاصله مناسب کلاه هسته‌ای رها کنه. برام کلاهش مهمه. بله، وگرنه این ماجرا رو دنبال کردن میکنن و این بلا رو سر ایران آقای خامنه ای آورده بر اساس دشمنی با آمریکا، که اصلا اصل تحلیلم غلط بوده. ولی واقعا وقتی ازشون بپرسی که حالا گیرم هم تحلیلتون درست، آخه اصلا واسه چی باید با آمریکا اینقدر دشمنی کنی، اسرائیل رو بخوای مرد کنی که اینجور بلا سر مملکت ما بیاد؟ اونجا میرم به سراغ این که نه، ما اگه نکنیم اینا میان حمله میکنن، ما رو سرنگون میکنن، ما رو برمیدارن، که اینم دروغه، اینم غلطه، درسته، همچین چیزی نیست. بنابراین این گرفتاری ها یک پروژه بی سرانجام، یک ملت گروگان یک پروژه بی سرانجام، که تازه بمب هم که بشه باز ملت مثل کره شمالی گرفتار و گروگانش خواهد. بعد اسرائیل در این مورد کوتاه نخواهد اومد آقای دکتر. میبینی که وزیر دفاعش اعلام میکنه، رئیس ستادش، ما آماده باش جنگ با ایران رو دادیم. یعنی مسئله که اسرائیل نمیتونه کوتاه بیاد، یعنی با توجه به طرحهایی که میدونه، اطلاعاتی که داره، تیمی که از جاسوسان در درون حتی خونه آقای خامنه‌ای داره، کاملا میدونه اینا نقششون چیه. بنابراین دستوردار نخواهد، حتی اینو بمب درست کنه. 60 کیلومتری تهران زد فخریزاده رو ترور کرد اسرائیل. یعنی دستش از تو همون سپاه انصار المهدی که محافظ اینا هستن آدم داشت، قشنگ ترددش رو میدونه، ساعت رفت آمد رو میدونه و برنامه ریخت و بنابراین آره، واقعا این یه سوال جدیست که حالا که برجام اینطور در واقع به بنبست خورد و رومیز مونده، هیچ کی هم دیگه الان انقدر پوکنگ به قول معروف اکسیژن همه جا رو جذب کرده که اولویت چندم شده تو کشورهای غربی. و این راهی که جمهوری اسلامی اومده تا اینجا، الان هم تو ایران هم این کاسبای تحریم، دوزایی که نونشون تو تحریمه، در رأسش هم نظر من نیرو قدس سپاه که نفت و فراورده نفتی رو خارج از هر کنترلی میفروشه و خدا میدونه چقدر جیبشون میذارن، چقدر هم تو به اسم خرج کردن تو منطقه باز جیبشون میذارن و بقیه کاسبای تحریم و فشار روسا، که به نظر من خامنه ای آخرشون کاری رو خواهد کرد که پوتین میخواد. اینا در تهران اومده پشتوانهشون هم الان این شده که نه اینکه بحران انرژی تو دنیا پیدا شده به دلیل روسیه، یک کم هم آمریکا چشمش رو بسته، حدود 800-900 هزار بشکه، 1 میلیون بشکه همین دور زدن تحریما و قاچاقچیگری دارن نفت میفروشن. قیمت نفت هم رفته بالا، هزاری هم با تخفیف میدن، باز بیشتر از حتی قبله که درسته. مثلا 40 دلار 50 دلار بود بشکه نفت. بنابراین اینم شده که میگن خب پس حالا ولش کن، اصلا اون سمت هم موجه کردن برای خودشون که تحریما بمونه، ما مثلا نفت در میاریم پولا. در حالی که مشکل کشور نفت نیست که، یعنی اصلی ترین تحریم الان تحریم بانکی ایرانه. بله. تحریم دلار روی ایران اینه که کمر صنعتگر و تاجر ما رو شکونده و مردم ما رو مشتری بنجلترین جنسای چینی کرده و گرفتاری ها و ده ها مشکل دیگه. سپاسگزارم دکتر، وقتمون تموم شد.
ممنونم ازت، بسیار مثل همیشه متشکر. اتفاقا خوب بود یه زاویه هایی رو رفتیم که کمتر روش تعمل می شد. مسئله اوکراین برای من خیلی مهم بود. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر خورشید نشان هماره برافراشته بود. به اتفاق دکتر حسین سازگار و دوست عزیزم و کارشناس، چه بگم، تاریخ نمیگم، نه، کارشناس همه مسائل جهان، تا دیدار بعدی در پناه فرورد.